چقدر زیبا گفتن برادر علی که کلام خدا رو بخوریم. آمین. نه فقط بخونیم، نه فقط بشنویم، بلکه کلام خدا خوردنی حقیقیه، نان حقیقیه. آمین. این وقتی این کلام رو میخوریم، معجزه خدا رو میبینیم در زندگیمون. باور میکنین؟ امیدوارم امروز با این انتظار توی کلیسا اومدی، کلام نبوتی خدا یک معجزه الهی در افکار و زندگی من و تو با همدیگه انجام بده. آمین. در خدمات مبارک عیسی، در هر شرایطی که عیسی خداوند میخواست معجزه انجام بده، تنها چالشی که خداوند ما با اون روبرو بود که فضایی رو ایجاد کنه، فضایی رو باز کنه تا بتونه اونجا معجزه انجام بده. وقتی در متی باب 9 آیه 23 رفت که دختر یایروس که مرده بود زنده کنه، با هجوم جمعیت زیادی برخورد کرد که جلوی در ایستاده بودن، خداوند حیات ایستاده بود، فقط اون هجوم جمعیتی که پر از ناامیدی و نوحگری و بی‌ایمانی بودن، پر از ترس و نگرانی بودن، نمیذاشتن که خداوند حیات وارد بشه و معجزه خودشو انجام بده. برای همین بود اولین فرمان عیسی این بود که جمعیت را بیرون کنید. جمعیت را بیرون کنید. امروز هم عزیزان میتونه هجوم جمعیت ترس ها، نگرانی ها، ناامیدی ها، تمامی نیروهای نامرئی که در این فضا به خاطر بی ایمانی، تعصبات مذهبی در حرکت، اجازه نده که خداوند حیات با کلام خلاقه خودش امروز معجزه در قلب های ما انجام بده. باور میکنی؟ امروز میخوای، موافقی که جایی اول باز کنی قبل از اینکه کلام خدا رو بشنوی، جایی رو اینجا باز کنی در قلب و ذهن خودت، فضایی رو باز کنی که کلام نبوتی خدا، این حیات الهی در زندگی ما، افکار ما یه معجزه عظیم انجام بده؟ موافقی؟ چشمای خودمون رو یک لحظه میبندیم. در نام عیسی مسیح خداوند اعلام میکنیم هر نیرویی که اینجا داره تردد میکنه، هر نیروی ترس، نگرانی، ناامیدی، غم و اندوه، بی ایمانی، حواس پرتی، بی تفاوتی نسبت به کلام زنده و مقتدر تو که میخواد حرکت کنه، که میخواد جانهای ما رو در راه عدالت بذاره و نمیذاره، فضا رو اشغال کرده در ذهن و قلبهای ما، در کلیسای مجید تو، در نام پرقدرت عیسی مسیح از اینجا اخراج میکنیم و قوت روح خدا فضا رو زیر تسلط و تسخیر روح القدس میذاریم تا خداوند حیات و کلام نبوتیش داخل شه و آن منظور الهی، آن هدف الهیشو در زندگی تک تک ما انجام بده. موافق این که بگین آمین؟ آمین. آمین. عزیزان، برای مایانی که خدا رو دوست داریم و به حسب اراده او خوانده شدیم ولی هنوز در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، دنیایی که رئیس تاریکی، قدرت تاریکی داره در این فضا حکم میرانه، ولی در این حال فرزندان مبارک خدا یک وعده مبارک، یک امید مبارک دارن که روزی بالاخره در آن آسمان و زمین جدید پادشاهی خدا حاکم خواهد شد، نظامی در این جهان حکومت خواهد کرد که گناه، بیماری، شرارت، درد، عشق، ناله اجازه نداره که اونجا تردد کنه. ولی در همین زمانهایی که یک پای ما در آسمانه و یک پای ما در زمین، رنجهایی رو داریم متحمل میشیم که اجتناب ناپذیره و گاهن انقدر این رنج ها طاقت فرساست که علارغم میل باطنی خودمون مثل ایوب فریاد اعتراضمون به آسمون بلند میشه.
که خدا به ضد من بنا نموده، مرا با تلخی و مشقت احاطه کرده. وقتی فریاد میزنم، وقتی دعا میکنم، وقتی استغاثه میکنم، دعای منو از حضورش من کرده و من و تو در این زمانها درمانده تر میشیم عزیزان. وقتی در شرایط سخت زندگیمون با سوالهایی روبرو میشیم که آیا در این دنیای آشفته بازار حقیقتا خدا حاکمه؟ آیا خدا حاکمه؟ اصلا چرا شرایط منو در کنترل خودش نگه نمیداره؟ آیا من در این زمانها حق انتخابی دارم یا ندارم؟ یا صرفاً یک عروسک خیمه شب بازی هستم که در دستای او هر جایی که میخواد منو بچرخونه؟ ما گاهی در این ور پرده عزیزان مسائلی رو متحمل میشیم، تجربه میکنیم که نمیدونیم آیا در اون ور پرده کنترلی بر شرایط نابسامان من وجود داره؟ یا نداره. وقتی سوالهای من بی جواب میمونه، شکها و ناامیدیهای من صد چندان میشه. وقتی جهانی رو میبینم که در دست شریرانه، وقتی میبینم با چشمای خودم که چطور خدا مشورتهای شریران رو به قول ایوب با نظر لطف نگاه میکنه، چطور اجازه میده شریران و خصمان جانم مثل درختان سبز به هر سو کشیده بشن. وقتی کلام خدا میگه چشمای خدا پاکتر از اینه که به بدی نگاه کنه، پس چطور چشمای او تونست تحمل کنه دو سوم از جمعیت یهودیان بیگناه که به شکنجگاه ها و کوره های آدم سوزی سپرده شدن؟ چطور چشمای خدا تحمل کرد نسل کشی 2 میلیون ارامنه مظلوم، سلاخی بیرحمانه ارامنه رو به دست ترکان عثمانی؟ هنوز وقتی خوب گوش کنیم ناله های اطفال ارامنه رو میتونیم بشنویم، بچه های کوچیکی که از دامن مادر و پدرشون قاپیده میشدن تا به کشورهای مختلف فرستاده بشن. چطور خداوند چشمای پاکش این همه بدی رو دید؟ قتل عام یونانیان و آشوریان رو به دست ترکان دوباره و دوباره چطور تونست تحمل کنه؟ اعدام‌های وحشیانه افغان‌ها به دست داعش، بچه‌هایی که آلت دست افغان‌ها هستن، برای اینکه یاد بگیرن چطور آدم‌ها رو حتی نزدیک‌ترین کساشون رو ذبح کنن، جلوی چشم افراد به قتل برسونن. بچه های معصوم کار رو چطور خدا میبینه؟ چطور این همه فحشا، جوانان و نوجوانانی که به خودکشی و اعتیاد رو میارن از ناامیدی؟ میدونین؟ تمام این فجایع اجتناب ناپذیره، ولی چه وقت وحشتش به اوج میرسه که توضیح نداری برای این همه درد و رنج؟ میدونین چه وقت فغان و ناله ما با آسمون میره؟ وقتی که مثل ارمیا میگه نه تنها خدا رو محبت نمیبینم، بلکه مثل یک شکارچی میبینم که انسان رو هدف خودش قرار داده و با تیرهای خودش رو احاطه کرده. خدا رو مثل کسی میبینم که امید و ایمان رو در انسان تلف میکنه. عزیزان، بسیاری از ما با مسائلی دست به گریبان هستیم که هیچ توضیح و جوابی برای اون نداریم و این همه سوالهای بی جواب که مثل یک ابهام و راز میمونه و ما رو در خودش فرو میبره. و همیشه عزیزان ابهام و راز برای انسانها وحشت تولید میکنه. میدونین چرا؟
چون اختیار امور رو از دستمون میگیره و ما رو مجبور میکنه که با یک گزینه که ازش رو گردانیم رو به رو بشیم. یک گزینه جلوی پای ما میذاره در این شرایط که ذاتاً علاقه ای به اون نداریم. اعتماد کردن به خدایی با اون توصیف. شاید علت تلاشای بیهوده ما، مشکلات عدیده ما، تقلاهای ما، به در و دیوار زدنهای ما مثل ایوب که توضیح میخوایم بدونیم چرا ای خدا مرا با تلخی ها پر کردی، چرا پاهای مرا در کنده گذاشتی، چرا در خیمه شریران صلح و سلامتی حاکمه. اونانی که به ضد تو شورش میکنن در خانه های ایمن ساکنن. چرا سال هاست زنم، پسرم، دخترم، خودم افسردم؟ چرا ازدواجم نابسامانه؟ چرا با وجود خدا ترسیم و دعاهایی که برای بچه هام کردم ایمان بیارن، به جای ایمان بیماری روانی میگیرن و از ایمان میفتن، معتاد میشن؟ خدا کجاست؟ خدا چقدر فعاله؟ عزیزان در این روزها در حالی که خودم پشت درهای بسته آسمون می دیدم، آسمون و سکوت محض می دیدم، خودم رو زیر بار تلمباری از سوالهای بی جواب می دیدم، یک حقیقت عمیق در تمام سلولهای بدنم فریاد می زد که خدا فعاله، خدا خیلی فعاله، اما نه با اون قدرتی که از بیرون نمایش داده میشه. او کم کم منو متوجه فعال بودن خودش کرد، منو متوجه کلام خدا کرد. افرادی که در تاریکی ها، بیابان ها و صحراهای زندگیشون عبور کردن، دیدم که چطور خدا فعاله، چطور در زندگی دانیال در اون همه شرارت و بت پرستی که تا آخر عمرش حتی یک روز از زیر بار تبعید خارج نشد، اما خدا فعال بود. عزیزان همونطور که خدا در جزیره پتموس در اون تنهایی جانکاه یوحنا فعال بود، امروز در تنهایی های ما فعاله. همونطور که نعومی تلخ کام که دو تا پسر نحیف و مریض داشت، دو تا پسرش مردن، یه شوهر داشت، شوهرش مرد، تنها داراییش این سه تا بود، ولی دیدیم که چطور خدا فعال بود. خدا در ترس ها و فرارهای یعقوب فعال بود. خدا در آوارگی های داوود، از این غار به اون غار، از این مناره به اون مناره فعال بود. اوی که برای یه ذره امنیت این ور اون ور می دوید، خدا فعال بود. خدا در زندگی یوسف، در اون سیاه‌چال ها، حتی وقتی فکر میکرد رویاها ها و خوابهاش مرده شده و باید فاتحهش رو بخونه، خدا فعال بود. خدا در مهاجرت و اسیری استر و استرها فعاله. خدا فعاله امروز در تمام قسمت‌های توزیع‌ناپذیر زندگی ما فعاله، تا برای جلال نام خودش و خیریت ما همه چیزها رو با هم در کار بگیره. آمین. اما همه با هم بگیم اما. او در چالش های بی پاسخ زندگی ما فعاله، اما مثل یک پدر غیور دوراندیش، مثل یک پدر آمرانه، مثل یک پدر قاطعانه، نه اونطور که ما فکر میکنیم یا انتظارشو داریم. میدونی مشکل من و تو چیه؟
عزیزان، که دید درستی از شخصیت خدا نداریم. ما مشتاقیم به جای اینکه یک پدر واقعی این جهان رو اداره کنه، خیلی مشتاقیم، من از همتون بیشتر، که یه بابا بزرگی کائنات رو اداره کنه، یه موجود پیر مهربون که فقط دوست داره جوانان از زندگی لذت ببرن، لباسای مارکدار بپوشن. هدف و نقشش برای جهان اینه که در پایان روز همه بگن وای چه روز خوبی بود بابا بزرگ. و هستن کسایی که اینطوری خدا رو فرموله میکنن و بیشتر دوست دارن مثل خود من در جهانی زندگی کنن که بر اساس قلب یک بابا بزرگ داره اداره میشه. بابا بزرگی که نمیتونه درد و رنج بچه هاشو تحمل کنه. بابا بزرگی که به فکر سنت های خانوادگیش نیست. بابا بزرگی که انقدر پیره که دیگه دنبال شکوه جلال نام خودش و تبدیل فرزندانش نیست. اصلا جون نداره که به این چیزا فکر کنه. ما طبیعتاً دلمون میخواد که خدای جهان رو اداره کنه، که مثل اون ولی نعمت سال خورده باشه که دنبال سعادت‌های خیالی و اوهامات ماست. ما ذاتاً دلمون میخواد خدای ما مثل اون میزبانی باشه که طالب آسایش مهمان‌های خودشه. خوش بگذره فقط یک روز. خوش گذشت؟ عالی بود. ولی محبت پدر محبتی دور اندیشانه، غیورانه، بی وقفه، در خور احترام، مهیب، عجیب، غیر قابل فهم انسانی. عزیزان، محبت پدرانه او بود که با کلام خلاقانه خودش من و تو رو به هستی آورد. و از اون به بعد این محبت خدای پدره که داره با درد و رنج روی ماها کار میکنه تا ما رو تبدیل به محبوبان دل پدر بکنه، به عروسانی که بیچین و چروک و لک هستن. اون مالک جاودانه همه نیکویی هست. برای همین، برای من و تو عزیزان، در هر وضعیتی چقدر پسندیده و نیکوست که این محبت رو بشناسیم از دید خدا. فقط اگه یه کمی عزیزان این محبت رو بشناسیم، عالی ترین کاری که به عنوان یه مخلوق میتونیم بکنیم در هر شرایطی بگیم آمین، ای خداوند اراده تو بشود. نه اینکه ابتکار عمل رو تو دستمون بگیریم و بخوایم خدایی کنیم. میدونین گناه اولیه آدم و حوا چی بود؟ از خدا روشون رو برگردوندن، به سوی خودشون نگاه کردن. هر دفعه که ما خدا رومون رو برمیگردونیم، به مشکلاتمون نگاه میکنیم، همون گناه رو مرتکب میشیم. وقتی میفهمیم محبت خدا رو، به جای اینکه با میل و اشتیاق و تکاپو بخوای برسی به آرزوهای خودت، خودتو تسلیم بی قید و شرط خدا میکنی و میفهمی او چون پدره مطالباتی از من و تو داره و متاسفانه این مطالبات الهی تنینی بد آهنگ و تلخ در گوش من و تو داره. میدونی چه تنینی داره؟ تنینش اینه که میخوام تو رو سهیم حیات پسر یگانم بکنم. میخوام خودمو، این خدای قادر مطلق، اون خصوصیات اخلاقی خودمو در تو شکل بدم. میخوام حیات مسیح رو به تو منتقل کنم. و از اونجایی که در برکردن مسیح در ما، حیات مسیح به ما منتقل شدن، از هر لحاظ برای طبیعت کهنه و نفست نفپلست ما تلخترین چیز هاست عزیزان. از اونجایی که در حیات حقیقی مسیح نفس و این من، این طبیعت کهنه باید همگی فراموش بشه و کنار گذاشته بشه. نه فقط این، به مرگ سپرده بشه. از این رو جانهای ما پر از درد و رنج میشه و حتی همین الان از شنیدنش لرزه به وجودمون میاد.
عزیزان خدای پسر آن هستی از پدر از طریق اطاعت از طریق درد و رنج فرزندانی رو داره به سوی خدا منتقل میکنه. رنج های ما فریاد خداست، بلندگوی خداست برای اینکه دنیای ناشنوا و من و تو ناشنوا از خواب غفلت بیدار شیم. رنج تنها وسیله یگانه فرصتیه برای من و تو عزیزان که سعادت واقعیمونو نیاز حقیقیمونو فقط و فقط در خدا پیدا کنیم. کلام خدا میگه ما میدانیم به جهت آنانی که خدا رو دوست دارن، نه مسیحینم ها، بلکه به جهت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها با هم به خیریت با هم در کار است. عزیزان معنی درست این وعده اینه که ما به طور جاودانی در امنیت الهی قرار داریم، حتی وقتی هیچ سوالمون جواب داده نمیشه. ما کی هستیم که بخوایم سوال کنیم؟ وقتی همه این موارد خارج از کنترل ماست، وقتی حاکمیت خدا رو نمیبینیم، اما ما میدانیم عزیزان، ما با شایدها و اگرها زندگی نمی کنیم. ما میدانیم که با خدا هیچ اشتباهی صورت نمیگیره. با خدا تصادفات نیست، قضا و قدر نیست. شاید در این لحظه دستای خدا رو داخل قایق‌های زندگیت احساس نکنی، شاید احساس کنی عیسی در مؤخر کشتی تو، نه برای یک دو ساعت بلکه برای همیشه به خواب عمیقی رفته. شاید زمانهایی میرسه که سوزش و درد شدیدی، حزن و اضطراری تمامی روح و روان تو فرو میگیره، ولی ما میدانیم که برتر از پیروزمندانیم. چرا؟ چون همه چیز با هم در کاره، همه چیز برای خیریت ما در کاره عزیزان. حتی اگه جواب دعاهای ما داده نشه، حتی اگه به جای جواب دعاهای ما شرایط بدتر و وخیمتر بشه، حتی اگه دعاهای ما با تأخیر و وقفه روبرو بشه، باور میکنی که خدا فعاله؟ داستانی هست، حکایتی هست درباره تنها بازمانده یک کشتی که غرق شده بود. عزیزان تنها یک نفر از این کشتی غرق شده مونده بود در یک جزیره تنها. بعد از مدتی که این مرد ناامید میشه، یک کلبه بی‌قواره و کج کله برای خودش میسازه و تکه پاره هایی که از کشتی غرق شده وسایلش مونده بود تو اون جمع میکنه. او صبح تا شب برای نجات خودش دعا میکنه، هر روز به اون دوردستا نگاه میکنه و ناله میکنه ای خدا یک کشتی بفرست. یک روز که میره شکار، موقع بازگشت با وحشت متوجه میشه که اون تنها کلبش آتیش گرفته. تنها چیزی که ازش مونده دود و خاکستره. ظاهراً بدترین واقعی ممکن بود، اما عزیزان همه با هم بگین اما. آنچه که به نظر مصیبتی عظیم می آمد در واقع بهترین اتفاق ممکن بود. چیزی که از دید یک انسان خسارتی عظیم و جبران ناپذیر بود، اما در حکمت بی پایان خدا پاسخی بود به صمیمانه ترین دعای این شخص. همون روز کشتی از راه رسید. ناخدا گفت ما علامت دود رو از اون دور دورا دیدیم. آیا امروز میتونی در فجایع ظاهری زندگیت بهترین اراده خدا رو ببینی عزیزان؟ وقتی آشرشته درست میکنی، آشرشته خوشمزه با اون ریزکاری های خاصش که فکر میکنم هیچکی مثل من نتونه اینقدر عالی درست کنه، جلال برنامم،
با اون رشته ها نمک، اندازه آردی که باید توی زمان خاصی برزی، اون مزه آخرش که فوت و فن کوزه‌گریه، هنوش که نمیدونه. عزیزان تک تک این مواد اصلا قابل خوردن نیست، ولی یک استاد آشپزی وقتی که در حرارت متعادل اون غذا رو میذاره، زمان پخت مناسب رو در نظر میگیره، تمام اون ریزکاری ها رو در نظر میگیره، اون موقع وقتی آشو جلوت میذارن، یه بار جلو برده قازاروس گذاشتم، قش میکنی از خوشمزگیش. عزیزان رومیان 8:28 میگه خدا از همه ترکیبات زندگی ما استفاده میکنه، از تمام وقایع رنجاور و غیر قابل توضیح استفاده میکنه، وقایعی که به خودی خود وقتی نگاه میکنی مثل اون یه قاشق چای خوری آرده که وقتی تو دهنت میذاری میخوای بالا بیاری، قابل خوردن نیست. او از تمام لحظات دردآور استفاده میکنه تا یه جشن خوشمزه‌ای برای لذت من و تو در آخر راه بندازه. اسم این جشن میدونی چیه؟ زندگی حقیقی، زیستن چون مسیح، دربر کردن مسیح، شبیه مسیح شدن. ما میدونیم عزیزان که این حقیقت محضه. تو مجبور نیستی تلقین کنی، اعترافات مثبت تو خالی انجام بدی. کلام لغزش ناپذیر و جاودانه خدا داره خودش اینو به ما میگه. یه وقت بود که من میگفتم باور میکنم، ایمان دارم، چون باور میکنم انجام میشه. اما امروز من اینجا هستم، گوشی هست که داره بشنوه من چی بهش میگم. من امروز اینجا هم تا به تو بگم، چه باور بکنی چه نکنی، چه ایمان داشته باشی چه نداشته باشی، چون خدا خودش گفته این وعده رو انجام خواهد داد در زندگی تو. آمین. ما میدانیم بر اساس احساسمون نیست، بر اساس دیدن اشک و ترسامون نیست، بر اساس دیدن شرایط اسفناکمون نیست، بلکه من و تو خوب میدونیم که همه چیزها در آخر به خیریت آنانی که خدا رو دوست دارن و به حسب رضامندی او دعوت شدن. با هم در کاره عزیزان. ایوب درد و رنج توصیف ناپذیر رو تحمل میکرد، تو صورتش خنده نبود، هللویا نمیگفت، در خاک و خاکستر افتاده بود، با یه سفال دنبلهاشو میخاروند، هیچ سر و نخی تو زندگیش نبود که آویزونش بشه. فقط میگه در ایوب باب 9:25 میگه من میدانم که ولی من زنده است، من میدانم در آخر، در ایام آخر چشمای من او را خواهد دید، اگرچه جسد من تلف شه، اگرچه بدن فیزیکی برای من نمونه، ولی چشمای من این ولی منو خواهد دید. پولس در دوم تیموتائوس باب 1:12 میگه از این جهت این زحمات رو میکشم، فرار نمی کنم، آر هم ندارم که خودم رو از این همه بیاب روی قایم کنم، چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است امانت مرا برای آن روز عظیم حفظ کند. آمین. عزیزانم اجازه نده اون چه که در نور تجربه کردی، اون موقع که بشکم میزدی، همین روزهای آخر در تولد پاستور چه غیر و غمزه‌ای بود و شادی بود، اجازه نده اون چیزی که در شادی ها دریافت کردی، اون وعده ها در تاریکی ها در خوش سالی ها از دست بدی و فراموش کنی. من میدانم، من میشناسم
شاید متوجه نمیشی، نمیتونی توضیح بدی، ولی امروز بیا به وفاداری خدا ایمان بیار. رومیان 8:28 میگه همه چیزها، نه بعضی چیزها، نه اغلب چیزها، هیچ محدودیتی در این واژه عظیم و بزرگ وجود نداره. نه فقط برکات در زمانهای شادی، همه لعنتهای دیرینه، همه آسیبها، چون خدای ما نیکوست. خدای ما خدای محبته، خدای ما پدره که قاطعانه و غیورانه عمل میکنه. این زمان خوبیه عزیزان که یه آمین جانانه بگی. آمین. یک آمین جانانه از ته قلبت بگی. آمین. همه یه چیزها عزیزان، نه چیزهای بد فقط، نه چیزهای خوب، تمام از دست دادنها، تمام مهنتها، تمام اشکا، تمام آها، تمام اون دردهایی که تو زمان بیماری کشیدی، نه فقط تاییدها، به به چهچه ها، بلکه مخالفتها، نه فقط عشقا و محبتها، بلکه اون نفرتها و عنادها. چند بارم میان اشکا، وادی اشکا گذشتی؟ چند بار از میان بیماری های سخت و مخالفت ها گذشتی؟ چند بار و فریاد زدی مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض او را بیاموزم؟ عزیزان میخوام بگم مهم نیست که الان در چه شرایطی هستی، در چه طوفان و تاریکی داری عبور میکنی، مهم نیست تجربه تو چقدر وحشتناکه، غم انگیزه که هیچ کس حتی نزدیکترین کست نمیتونه درک کنه و بهتره که ساکت باشی، دهنتو به زمین بذاری. مهم نیست که چقدر ناامید کننده است، مهم نیست درهای بسته، پاس ندادن ها، بیخونگی ها، مهم نیست. میخوام بگم یه چیزی مهمه که رومیان 8:28 هنوز در کلام خدا وجود داره، هنوز همون جاییه که باید باشه. آمین. و این کلام حقیقت داره، خدا نسبت به کلامش امینه و هیچ استثنایی وجود نداره. همه چیزها عزیزان، همه چیزها بدون هیچ اغراقی. پولس عزیز اون فکر درخشانشو، اون فکر خداگونشو چطور داره تقلا میکنه تا جستجو کنه، تا ما رو در این رومیان باب 8 قرار بده، تا در هر وضعیتی پر از امنیت باشیم. وقتی در ورودی رومیان رو نگاه میکنی، باب 8:1 میگه هیچ قصاص نیست و کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن. وقتی در خروجی رومیان رو نگاه میکنی، میگه نه بلندی نه پستی، آیه 39، نه هیچ مخلوقی، نه هیچ قدرتی، هیچ چیزی نمیتونه ما رو محبت مسیح جدا کنه. وقتی سرک میکشی به یکی از اتاقک های رومیان باب 8، به خصوص اون اتاقکی که من عاشقشم، نزدیک در خروجیه، میگه کیست که ما رو از محبت مسیح جدا کنه؟ آیا مصیبت؟ آیا دلتنگی؟ آیا جفا؟ آیا بیخونگی ها؟ آیا پاس نداشتن ها؟ آیا بیماری ها؟ چنان که مکتوب است، اگه به خاطر تو تمامی روز مثل اون گوسفندان زپی که دارن به کشتار میبرن، ما رو به اون کشتارگاه ببرن، باز هم عزیزان بیشتر از حد ما پیروزمندیم، بیشتر از حد نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. عزیزان اگه رومیان باب 8 بخونی، قورتش بدی به قول برادر علی، مزمزش کنی، ببلعیش، ترجیح میدی در رومیان باب 8 زندگی کنی تا تو باغ عدن، چون تو باغ عدن انسان بیرون انداخته شد، طرد شد، ولی در رومیان عزیزان هیچ محکومیتی نیست. در به دری ها پایان یافت، ناامیدی ها پایان یافت، هیچ چیزی نمیتونه من و تو رو از این محبت جدا کنه و من و تو بیشتر از پیروزمندانیم. چرا؟ چون خدا چنین ادعایی کرده، چون خدای ما خدای قادر مطلقه، چون خدای ما نجات دهنده است، چون خدای ما صلیب های خونین ما رو بدتر
این آسیب ها و اسارت های ما رو، حتی خرابکاری ها و گناهان ما رو به خیریت مبدل میکنه. یه چیزی میخوام بگم عزیزان، این داره به ما میگه یک نیروهای عظیمی، یک فرشته های عظیمی پراکنده است، جاریه در دوروبر ما که همه چیزو فوری بگیره، با همدیگه به کار بگیره، به شکل خلاقانه، به شکل بناکننده، به طور دائم و مستمر در حال عملن همه این نیروها، تا چی بشه؟ تا انیستی ها هستی ها بسازه، تا این استخوان شکسته روح و روان ما که تا جا نیفته روی آرامش رو نخواهد دید. تا جا بندازه، تا همه چیزها رو به خیریت ما مبدل کنه، تا مرد و زن خدا رو، عزیزان، برای آنانی که خدا رو دوست دارن، متوجه این، به حسب رضامندی او دعوت شدن. داره میگه مرد و زن خدا قدمهاش از طریق خدا مستحکمه. آمین. مقرر شده که مستحکم باشه، نه فقط قدم های شخصی که خدا رو دوست داره، بلکه توقف های این مرد و زن خدا توسط خدا مقرر شده تا به خیریت مبدل بشه. آمین. امروز میتونی باور کنی؟ امروز بیا باور کن. اگه نمیتونی دست خدا رو ببینی، اگه رد پایی در زندگی داغونت نداری، به خصوص جوونا، این روزها درد خیلی عمیقی داشتم برای جوونا، برای جوونای قومم درد خیلی عظیمی بود، کسایی که با هزار امید اومدن اونجا، فقط دارم باد درو میکنم به نظر خودشون. اگه نمیتونی رد پای خدا رو در زندگیت ببینی، بیا امروز به قلب خدا اعتماد کن که روی صلیب برای من و تو ترکید. روزی میرسه، قول بهت میدم، وقتی به عقب نگاه میکنی خواهی دید که خدا چطور پرده منقوش زندگی تو رو بافته و روزی به چه زیبایی در آن سوی ابدیت که دیگه محو نمیبینی، که دیگه در آینه نمیبینی، میبینی که اون قدرتمندترین با ارزشترین اثر هنریشو که من و تو این در گالری آسمانش نصب کرده، داره با حظ بهش نگاه میکنه. اگه امروز در جنگهایی میجنگی، اگه داری رنجهایی رو میکشی و درک نمیکنی چرا، تسلیم نشو، به اعتماد کردن ادامه بده. مثل آساف که جانش تلخ بود، دلش در اندرونش ریش شده بود، در مزبور 73 آیه 24 میگه اما ای خدا، سوالای بی جوابی داشت، سوال و جواب خیلی کرد، ولی در آخر اعلام کرد توی ای خدا که موافق رأی خودت مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید. یعنی چی؟ یعنی شبیه خدا خواهی کرد، خدا گونه خواهی کرد. کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز را بر زمین نمیخواهم. اگرچه جسد من، دل من زایل شود، لیک از صخره دلم و هسته دلم و نصیب جانم تویی. اگر چه کوههای مشکلات روی سرم بیاد، اگر چه صبح روشن من مثل غروب تاریک بشه، اگر چه سوالهای من حتی تا آخر هیچ جوابی نیاد، فقط تو هستی برای من، توی کافی برای من، توی که همه چیزها رو در آخر به خیریت مبدل میکنی. قول بهت میدم عزیز من، روزی چشمات باز میشه جلوی اون خدایی که داره تو رو نگاه میکنه و اعلام میکنی به راستی دردهایی که کشیدم در این عمر یه دقیقی چقدر ناچیز بود با این جلالی که الان در من ظاهر شده. هیچ بود، هیچ، یه صفر عظیم، یه هیچ عظیم
روزی چشم تو وقتی او رو ببینه اعلام میکنی که به راستی دردهای زمان حاضر در برابر اون جلالی که در من دیده میشه هیچه. باور میکنی؟ چشماتو چند لحظه ببند. خدایا میخوام با دهانی پر از حمد، با قلبی شکرگزار، ای خدای عالی، به کار صلیب تو در جلجتا نگاه کنم، اون جایی که زهر هر ناراستی، زهر هر دشمن جانم و جانمان رو به خودش جذب کردی. تا امروز خداوند در هر وضعیتی از حمله های بی امان دشمنی مار قدیمی حفظ بشیم. امروز میخوام با شکرگزاری خداوند کلیسای مجید تو با قلبی پر از حمد و سپاس نزد تو بیاد، به صلیب تو نگاه کنه، اون جایی که تاریکی رو با تمام اون چهره قبیح و زشت خودش، اون همه خشونت و نامردی و خیانت و رسوایی رو، اون همه زشتی رو روی صلیب به وسیله خودت آویزون کردی، اون همه گناه و تاریکی رو به خودت جذب کردی تا با مرگ خودت مرگ و سر به نیست کنی. تیکه پاره شدی روی صلیب تا تک پاره های انسان تنها و رنج کشیده رو به خودت جذب کنی. نه فقط همین، بلکه تو دنیای مردگان رفتی، مرگ و با مرگ خودت کشتی و حیات رو از دل مرگ بیرون آوردی. ای خدای عالی، میخوام شکرت کنم که امروز داریم در حیات زندگی میکنیم، در روزهایی که هر روز داره خداوند سخت‌تر میشه جهان ما، هر روز داره در ظلمت و تاریکی بیشتری فرو میره. امروز میخوایم اعلام کنیم با ایمان که در هر شرایطی خداوند بیشتر از پیروزمندانیم، بیشتر از فاتحانیم ای خدا، و هیچ چیزی نمیتونه ما رو بلرزونه، و ایمان داریم که با مرگ، نه فقط مرگ خودت، بلکه اون قیام ظفرمندانه خودت کاری امروز خواهی کرد که در قلب و روحمون این ریشه بدونه، که ما میدونیم، که ما میدانیم که همه چیزها در هر وضعیتی اینو اعلام کنیم که به خیریت ما و برای جلال نام تو با هم در کاره. میخوام امروز با قلبهایی که پر از سپاسه بگیم ای خدا، تو برای ما کافی هستی. خیلی
قوی تو قلبمه که این افراد با ایمان جلو بیان. خادمین اینجاست که میخواد دست بذاره، نه با دست گذاشتن ما، نه با دعای ما، چون خدا به دهان خودش امروز گفت و به دستای خودش امروز این روح ترس رو از هر قسمتی از بدن زیبای مسیح امروز اخراج خواهد کرد. کلیسای مسیح، کلیسای زنده مسیح، جایی که باید ترس ها فرو بریزه عزیزان، تا حیات عیسی امروز ما رو انباشته کنه. پس دعوت میکنم از افرادی که در این ترس، تشویش، تصویرهایی میاد توی ذهنشون، که دانه های نیکوی کلام خدا رو میدوزده، ریشه هایی در این افراد که دشمن گذاشته، نه خدا، ترس، استراب، دلشوره که نمیذاره بصرهای نیکوی کلام خدا اونجا منزل کنه و صد چندان ثمره بیاره. به چپ و راستت نگاه نکن، خواهش میکنم چشماتونو ببندی. خواهر عزیزم، برادر عزیزم، امروز روز شفای توست، امروز روز آزادی توست. با ایمان غیورانه، قهرمانانه، مردانه به جلو قدم بردار، چون این مربوط به تو نیست. خدا امروز آزادی تو رو مهر زده. به جلو بیا. همینطور روح افسردگی، روح ناامیدی، ترسا، احساس میکنم خدا میگه این ترسا اگه اخراج نشه باعث روح افسردگی، ناامیدی میشه، باعث میشه هجوم جمعیت روی افکار تو لونه کنه، که نذاره کلام خدا رسوخ کنه در اون زمین عالی قلب تو. بیا به جلو. کسایی هستن برای آیندهشون، اقامتشون ترسونن، برای ازدواجشون، برای آینده بچه هاشون، بیا جلو. امروز تو باید با شالوم خدا از اینجا بیرون بری. کلیسا جاییه که باید ترسا اونجا ریخته شه. کلیسا جاییه که باید خدمت حیات کرده بشه. I'm too